نکاتی که دادستان محترم کل کشور و دادستانی کل کشور انجام دادن و تبادل نظر شده و بحث شده، مذاکره شده، گفتگو شده، مشعل بر این مطالبه یا بر این مطالب اشعار دارد که یک، حل مشکل اتباع ایرانی است که در کشور آذربایجان، کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان، چیه؟ در زندان به سر میبرند. اینها مورد بحث و تبادل نظر واقع شده. همچنین برای خاطر جلوگیری از موضوع ترانزیت مواد مخدر و مبارزه با مافیایی که در این زمینه هست، باز هم نکاتی بین دو کشور و مقامات دو کشور مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات خوبی اتخاذ شده در این زمینه. در ارتباط با تبادل زندانیان، تبادل زندانیان هم کار مؤثر و خوبی صورت گرفته و موضوع اینه که مشکلاتی که زندانیان دارن، خصوصا زندانیان آذربایجان، اونا در ایران، ما کسانی داریم از کشور آذربایجان که در ایران زندان هستن، برای مشکلات اونا هم مذاکرات مبسوط و تصمیمات خوبی گرفته شده. و یه مشکلی هم داشتیم در ارتباط با بحث مرزی نسبت به ماموران مرزبانی، اقداماتی که در اون حوزه بود، برخوردی که ماموران مرزبانی صورت داده بودن، برخورد نامناسب نسبت به خصوصا رانندگانی که در به شکل ترانزیت عمل می کنن. در این رابطه هم مذاکره شد برای رفع هر گونه سوء تفاهم و نکته‌ای مقرر شد که این کار با هماهنگی انشالله به احسن وجه برطرف بشه. ضمن این که دادستان محترم کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان در ایران با رئیس محترم، با دادستان محترم کل کشور، همکاران محترمشان، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و همچنین وزیر محترم دادگستری و همچنین رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشستی داشتن و مذاکراتی داشتن. اما نسبت به اون موضوعی که اختصاصا راجع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات اشاره کردید، در این نشست من به شما عرض بکنم جمهوری آذربایجان خیلی تو این بحث تبیین اقدامات فناورانایی که قوه قضاییه انجام داده خیلی استقبال کردن و اونها مورد توجه طرف آذری واقع شده و این نکات باز هم دلالت بر این داره که به عنوان خلاصه عرض بکنم که ابراز شده با کمک بخش خصوصی، استفاده از دانش بنیان ها، این قصه دانش بنیان بسیار مهمه و در کشورهای دیگه هم مورد توجه و اقبال واقع شده و ما تمسک به این ظرفیت که همیشه مورد تاکید هست